صادقی زاده نیلی نماینده دایکندی در مجلس نمایندگان با ما هستند. آقای نیلی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضور شما به طلونی و سال خوش اومدین. گزارش را دیدیم که در ولایت دایکندی چی میگذشت، حتی به جاده کریزی به فاصله بسیار کوتاه ساخته شده، حتی نادای حکومتی تعمیر ساختمان ندارن و در خانه‌های کرایی زندگی میکنن. یعنی در این یک دهه گذشته که در افغانستان کمک های فراوان سرازیر شد و ما ادای بازسازی کردن در افغانستان، جایگاه دایکندی واقعا در کجا بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و بینندگان برنامه شما، عرض شب بخیر. بسیار تشکر از خبرنگار شما و از شبکه جهانی طلوع نیوز که لطف کردن، بزرگواری کردن که دیروز ما از اینا دعوت کردم، با ما لطف کردن، دایکندی تشریف بردن تا انعکاسی وضعیتی تصویری مردم دایکندی بوده باشه که واقعا جای سپاسگزاری از دایکندی. گذشته از این محرومیت هایی که خدمت شما خواهیم بود، یک محرومیت دیگر داره که در یک بایکوتی مطلق خبری هست، هیچ از دایکندی صدای بیرون متاسفانه منعکس نمیشه مگر بعضی شبکه‌های اجتماعی. دایکندی و بخش از مناطق مرکزی افغانستان است که من به این باور هستم که از دو تبعیض آشکار در این مدت 15 سال نظام جدید نصیبی از نشده. یک تبعیضی بوده که خارجی ها نسبت به این مناطق انجام داده، با همون چیزی که شما فرمودی، ده ها میلیارد دلار یا بالاتر از 100 میلیارد دلار ادعا وجود داره که در افغانستان مصرف شده. سهم ولایت دایکندی از مجموع ازی شاید در حدود 5 کیلومتر سرک بوده باشه که یک لایق سر از آن انداخته شده، دیگه هیچ گونه کمک و همکاری با این مردم صورت نگرفته. تبعیض دو متاسفانه از جانب حاکمان ما بوده که بر دایکندی روا داشته شده. تنها مردم دایکندی دلخوشی داره ایه که در نظام جدید دایکندی تبدیل به ولایت شده و در حدودی 8 واحد اداری داره. دلخوشی مردم دایکندی است، اما متاسفانه ای ولایتی که محروم از همه چیز است. دلیل عمده و اساسی از ای که به دایکندی توجه نشده برمیگرده به نظر ما به دو چیز. یک بحث استراتژی غلطی که دنیای امروزی نسبت به بازسازی و کمک به افغانستان داشته. و استراتژی بوده که در هر منطقه که امنیت بوده اینا اونجا توجه کرده به خاطر نامنیایی که اونجا بوده. در مناطق امنی چون دایکندی که واقعا در از 15 سال نظام یار نظام بوده، همکار نظام بوده، توجه نشده چون اینا جرمی امنیت کشیده. یعنی میگن که به یک شکلی هم دیگه به دایکندی تاوان از این میده که چرا امنیت بوده. بله، این استراتژی غلطه که بارها ما با جامعه جهانی و حکومت افغانستان در میان گذاشتیم. ما متاسفانه همونطوری که مردم در بایکوت خبری است، ما به عنوان وکلا و نماینده از مردم در یک بایکوت قرار داریم. من یادم از بگذارین یک خاطره بسیار تلخ برای شما قصه کنیم. ما جمعی از نمایندگان دایکندی 7 سال پیش یک پرس کنفرانس در تالار ولسی جرگه گرفتیم. در ولسی جرگه سابق از مطبوعات دعوت کردیم بیای گوشی از مشکلات ولایت دایکندی را ما با اونا در میان بگذاریم تا نکاس پیدا کنه. همه گفتن که گپ چیه؟ ما گفتیم مشکلات دایکندی. گفت مشکلات در سراسر افغانستان خدا شایده همین بجا همین می خوره جمع کرد، بجا گذشت ما را ثبت هم نکرد. این وضعیته. دوم مشکل دایکندی است که با مردمی تشیع و هزاره افغانستان خارجا با دیدگاه تابیزامیز برخورد کرده، به خاطر از این که همیشه ما که گفته گفته چون شما شیعه هستید، به خاطر از اینکه شیعه هستید ما در شما در مناطق شما توجه نمی کنیم. پس آقای نیلی، امین موضوعی را که اشاره کردین موضوع جدی تر است. این اداره چگونه می کنین؟ به اساس چی حداقل دستاویز دارین برای این ادایتا؟ بله، ما دو تا دستاویز بسیار مشخص خدمت شما عرض میکنیم. یک وقت ما نماینده از آمریکایی آمده بود در ولسی جرگه افغانستان، با اونا شخصا خود ما صحبت میکردم در رابطه با سرگ مناطق مرکزی، مشکلات مناطق مرکزی، محرومیت مناطق مرکزی. باز اونا گفت که اینجا شیعه است. ما گفتم آیا شیعه بودن جرمه؟ گفت چون ایران هم شیعه هست به این خاطر ما نمیتونیم اونجا توجه کنیم. من خودم حتی با سفیر آمریکا ایگبه، سفیر وقت آمریکا در سفارت اتحادیه اروپا در میان گذاشتم که خیلی سفیرای کشور اتحادیه اروپا شاهد از این قضیه است و ما صوت و سونی که اونجا صحبت کردیم هم داره میگه. یک بحثی است. بحث دوم سرق بنا میگردن دیوال. شما شنیدید و مطبوعات انعکاس داده در حدود 13 سال از دوره وکالت ما پیشتر و در دوره وکالت ما که 12 سال میشه، کلی ولایت های مناطق مرکزی، ولایت های مثل بادغیس، هرات، میدان، ما بارها تلاش کردیم که این سرک ساخته شود.
وقتی که وزرا میآمد به خاطر از سرحد صحبت میشه صحبت میشه صحبت به در نهایت میگفت که برادر همی خارجی که ما رو کمک میکنه نمنا راضی نیست که مناطق مرکزی و شهرنشین افغانستان با سرک پخته در مرز ایران اتصال پیدا کنه. این دلایل ما هست که ما بارها از شاید حتی از رسانه شما صدای خر کشیدیم، از پارلمان صدای خر کشیدیم، جامعه جهانی که ما فکر میکنیم به دور از رنگ، به دور از نژاد، به دور از بارها معتقدات درونی از اینا به انسان به حیث انسان میبینه مجزا از اینا، ولی اینا با این چیزا مردم از هم تفکیک میکنه. بارها گفتیم در گزارش دیدیم که بسیاری از باشندگان این ولایت گونی هم ادعا کردن که اینجا همه مصروف موضوعات حزب و گپای خود هستند. شما که نمایندگان این ولایت بودین، حداقل در این مدت که به صفت نماینده این ولایت کار میکردین، دستاورد خود شما در مورد ولایتتان چیست؟ شما قبلا گفتین که روز میخواستین کنفرانس خبری را دایر کنین ولی کس حاضر نشد که این مشکلات را تا به نشر بسپاره، ولی مهم این است که شما به عنوان نماینده‌ای که از این ولایت و از این مردم رأی گرفتین و اینجا ایشان نمایندگی میکنین، تا چه حد این مشکلات را واقعا به گوش مسئولان در مرکز و به گوش حکومت هم رساندین؟ ما از اینجا شروع کنم که پیش از اینکه ما نماینده بودیم و وکیل بودیم در تاسیس ولایت دایکندی نقش بارزی را داشتیم. در زمان لویجرگی تصویب قانون اساسی ما تومار را به حمایت تاسیس ولایت دایکندی جمهوری کردیم که نزدیک 2 متر طول داشت. از نمایندگان تصویب قانون اساسی با جناب رئیس جمهور سابق خود در میان گذاشتیم و میتونم بگم با افتخار در ارتباط تاسیس ولایت دایکندی نقش بارز از مردم دایکندی را داشتیم. اما در دوران تاسیس ولایت دایکندی که ما وکالت مردم دایکندی را افتخارش پیدا کردیم، ما بارها با بخش های مختلف حکومت ساعت ها چنه زده. در نتیجه چنه زنی های از ما توجهات صورت گرفته. ما نمیگم تانسته که بخشی از کل مشکلات بتونه حل کنه. بخشی از مشکلات با واسطه چمازنی های از ما حل شده و بخشش هم در حال حل شدن است. اما ای با توجه به کمک هایی که جامعه جهانی در افغانستان ادعا دار انجام بدیه، با توجه به اینی که کمک هایی که در دیگه ولایت ها شده یقینه در دایکندی نشده، قسمتی از بخش های اداری ولایت دایکندی حداقل در مرکز ساخته شده. سرگ درجه 2 از بامیان تا دایکندی را در حال وصل شدن است. یک میدان هوایی خاکه خرد ساخته شده که حداقل پیش از این امی هم وجود نداشت. تیارای خرد پرواز نمیتونست، حال یک تیارای خرد حداقل پکتیکا میتونه پرواز کنه. خدمت شما عرض کنم که یک سرگ 10 کیلومتر در سال گذشته در پخته گرفته شده که قرار است که او قسمتش پخته شده و قسمتش پخته شده و در پروگرام حکومت افغانستان در پروگرام های بعدیش وجود داره که سرک دایکندی آیست آیست سال 20 کیلومتر 30 کیلومتر پخته شود. این چیزایی است که تا حدود متانسته در بخش مکاتب هم همونطوری که صدای معاون صاحب ولایت شنیدید، شما قسمت از مکاتب ولایت دایکندی ساخته شده، ولی از بس که محرومیت اونجا فراوان هست، از بس که مردم محروم متاسفانه اینا نشان نمیده خوده. یک چیزی بسیار غم انگیزی را که در ازی اخیر شنیدیم، خدا کنه که درست نبوده باشه که جناب رئیس جمهور علی رغم وعده های داده که مناطق مرکزی را از زندان جغرافیایی بیرون میکشه، شند میدان هوایی خرد بود، یک میدان هوایی با 3000 متر پیشنهاد شده بود، یک بودجه داشت 7 میلیون دلار، این جناب رئیس جمهور از کتاب بودجه حذف کرده که خدا کنه این گونه نبوده باشه. اگر بوده باشه این جفای بسیار نابخشودنی به حق مردم دایکندی. آقای نیلی، در مورد وضعیت زندگی و وضع معیشتی مردم دایکندی هم بگوین، این مردم در چه وضعیت هستند؟ دیدیم که بیکاری یک مسئله بسیار بزرگ بود. حتی جوانایی که در این ولایت درس خوانده بودند و به تحصیلات عالی دست یافته بودند و تکمیل کرده بودند، هنوز هم بیکار بودند و مصروف کارهایی بودند که اصلا ربطی به موضوعی که اونا برش درس خوانده بودند نداشته. چگونه است وضع معیشتی مردم در دایکندی؟ ببینید، کار بیکاری متاسفانه کل افغانستان فرا گرفته. شما در کابل یک شب از طریق تلویزیون شما دیدیم جوانی را که 16 سال درس خوانده بود مغازه‌داری میکرد. ده ها نه بلکه هزاران جوان، صد یا بگم صدها هزار جوان به این وضعیت گرفتار است. همین بود که در اروپا مردم روی آورد، همین بود که به کشورهای بیرونی روی آورد. دایکندی هم از قاعده مستثنا نیست. دایکندی الحمدلله یک خوبی که داره قطب معارف افغانستان است. قطب معارف افغانستان 378 باب مکتب داره دایکندی. دایکندی 170 هزار متعلم دارد.
دایکندی زن و مردش در انتخابات همیشه شریک بوده، بیشترین آمارش را کننده را داره. 45% متعلمین ما را طبقه اوناست تشکیل میده. بیشترین زنای دایکندی در افغانستان در امر انتخابات شراک داشته. اما وضعیت معیشتی مردم دایکندی به خاطر از اینکه از شهرها دور هست، از مرزها دور هست، متکی شده اغلب مردم به زراعت، به دامداری، به مغازه‌داری و کارهای خرید و فروش. و جوانای دایکندی خیلی هاش متاسفانه مهاجر شده، در کشورهای اروپایی رفته، با بسر نوشتی مهاجر است. برای فعلا در کشور ایران تعدادی از این مردم، تعداد زیادی از جوانای ما برای فعلا هر ماه عازم کشور ایران هست. وضعیت زندگی مردم در دایکندی این گونه هست. اما یک نقطه ای که من خدمت شما بگم، بحث از شکایت عزیز بازی شد، درست میگم، همین گزارشی که بود، متاسفانه حاکمیت ما عزیز بازی دامنش فراد گرفته. مسئولین ما با خصوصا مقام اول ولایت دایکندی همه کارش در چوکات حزب ایزبازی است، توجه لازمی که باید برای دایکندی صورت بگیره نیست. ولی ما به حیث نمایندگان مردم بارها تلاش خود کردی، همون قدر توانمندی برای موجود داشته، دست به تحسن زده، دست به اعتراض زده، خود ما با تحسن بارها پارلمان افغانستان را ترک کردی. اینی قدر کاری بوده که ما انجام دادیم. امیدوار هستیم که حکومت صدای از این مردم را بشنوه. یک بار دیگه شما سپاسگزاریم که صدا را انعکاس دادید. آقای نیلی، حالا چی باید شوه؟ خواستای مردمان دایکندی چی است؟ حکومت در شرایط امروز با توجه به وضعیتی هم که خود حکومت داره چی کارایی را میتونه در دایکندی انجام بده که موثر تمام شد و حداقل مثبت باشد در تغییر وضعیت در ولایت دایکندی؟ دایکندی چند تا مشکل بسیار عمده و اساسی داره. یکی دایکندی راهای مواصلاتیش هست، همونطوری که همکار محترم شما گفت 440 کیلومتر از مرکز افغانستان فاصله داره. 440 کیلومتر راه همه دره کو، شما بفهمید که چقدر با سختی ما خیلی اوقات در 30 ساعت نمیتونیم اونجا برسیم. یک مشکلی است. از حکومت تقاضا داره که نسبت به راههای دایکندی توجه کنه، حداقل سال یک 20 کیلومتر در اسفالت بگیره که در ظرف چند سال هم دایکندی هم داره سرک پخته شود. یک مشکل دوم ولایت دایکندی موضوع میدان هواییش است. با خاطر از اینکه زمستانا راه کوهستانی و سبب العبور است، راه بسته میشه، حداقل یک میدان هوایی وجود داشته باشه که تیارهای خرد 30 نفر اونجا پرواز کنه. این دو گپ. گپ سوم صحت دایکندی است. ما با همکار شما در مصاحبه خود گفتم، مال از طریق شما میگم، در تمام دایکندی یک بستر معیاری وجود نداره. شفاخانه چند سال میشه که خود ما با ادعا داریم که تلاش فراهم کردیم، 7 میلیون دلار از اتحادیه اروپا گرفتیم برای ساخت ازو. متاسفانه شرکتی که باید بسازه بسیار با بتی و کن کار از پیش میبره. بحث دیگه‌ای که در دایکندی وجود داره، برق وجود نداره. یک نام برق، یک گروه برق توسط حکومت روشن نیست. پس خواستای ما از حکومت است که به همین چیزا توجه کنه. ما میخواهیم که هم میسی اتبای افغانستان همو امتیازات را، همو حقی را که بقیه مردم افغانستان داره توجه در صورت میگیره. ما هم شهروند از کشور هستیم، حامی از نظام بودیم، جرم امنیت خود نباید بکشیم، جرم مذهب خود نباید بکشیم، جرم نژاد زبان خود نباید بکشیم. باید همون چیزی که به بقیه ولایت افغانستان توجه میشه با مردم دایکندی توجه صورت بگیره. سپاسگزار هستم از شما آقای صادقی زاده نیلی، نماینده دایکندی در مجلس نمایندگان. از حضور شما در محور سپاسگزارم.